الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. به نام یگانه هستی بخش عالمیان، سلام بر شما همراهان همدل، شما عزیزان روزدار، شما که این روزهای پرمعنویت ماه رمضان با اطاعت امر خداوند و روزداریتان بندگیتان به اوج رساندین. فرصتی دوباره دست داد تا بنده و همه همکاران عزیز و پرتلاشم از رسانه جهانی هادی به شما سلامی عرض کنیم و در قالب یک گفتگو با برنامه به وقت بیداری خدمت شما عزیزان باشیم. بسیار خوشحال هستیم که امشب هم از حضور دانشمند محترم سرور عزیزم جناب حاج آقای موسوی در این برنامه بهره مند می‌شویم. سلام علیکم استاد، خوش آمدید به برنامه خودتان، تعهدتان قبول باشه. و علیک السلام، خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام و احترام داریم، در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر استاد عزیز. همه همراهان مستحضر هستن که چند برنامه هست که ما به بررسی ویژگی های جوان مؤمن از منظر قرآن کریم با حضور بسیار ارزشمند حضرت عالی بالاخره آغاز کردیم این برنامه را پی میگیریم امشب هم. اما قبل از اینکه وارد بحث شویم، در این برنامه که بنده میزبان هستم ترجیح میدم تا از شما یک تحفه رمضانی در همین ابتدای برنامه دریافت کنیم. از همه کارشناسان محترم هم این درخواست داریم که در دقایق ابتدایی با یک مطلب درخور این روزها، درخور این شبها، شبهای پرمعنویت ماه رمضان خدمت عزیزان ارائه بتن که چراغ راهی باشه در این روزها انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه و اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید و یادآوری خوبی بود که عرض بکنیم خدمت همه بینندگان عزیز، روزداران بزرگوار، که این ماه مبارک رو قدر بدانیم. پیامبر عظیم الشان اسلام در عظمت این ماه و تأثیر گذاری که این ماه و روزهای این ماه و لحظات این ماه دارد بسیار تأکید میکردن. در یک حدیثی حضرت پیامبر اعظم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که ان فی الجنت بابا یدعا الریان لا یدخله الا الصائمون. در بهشت دریست که به نام ریان خوانده می شود، در ویژه و خاصیه، لا یدخله فیه الا الصائمون، هیچ کسی حق نداره داخل اون بخشی از بهشت بشه و از اون ورودی بهشت ورود پیدا بکند مگر اونهایی که اهل روزداری در این دنیا بوده. این نشان دهنده عظمت روزداری است که ثواب بسیار بسیار بالا و منحصر به فردی دارد. در روایت دیگری هم داریم که پیامبر اسلام فرمودن که ان الشقی حق و الشقی من حرم غفران الله العظیم فی هذا الشهر، بدبخت واقعی کسیه که در این ماه مورد رحمت خدا قرار نگیره. این ظاهرش تهدیده، ولی واقع این حدیث نشان دهنده وفور نعمت و رحمت خدا در این ماه. معنای حدیث این است که پیامبر اسلام می‌فرماید این ماه اونقدر رحمت‌های خدا زیاده که به بهانه خدا می‌بخشه، به بهانه خدا انسان رو بهشتی می‌کنه. وقتی در این ماه می‌فرماید که نوم کن فیه عباده، انفاس کن فیه تسبیح، خواب شما عبادت، خواب روزدار، نفسی که می‌کشد تسبیح حساب میشه، یک آیه از قرآن می‌خواند، ختم قرآن براش نوشته میشه. خب طبیعتاً اینجوریه که اگر این ماه بر انسان بگذرد و انسان بخشیده نشه، معلوم می‌شود که این شقاوتمند نه سعادتمند، بدبخته. در همین جا یک نکته ایم اشاره کنم عزیزان بینندگان بزرگوار، مواظب باشیم خدایی نکرده در این ماه مواجه با روزخاری نشیم، یعنی خدایی نکرده
کسی از اعضای خانوادهمون، دوستامون، رفقامون اگر میبینیم یک وقت سهلنگاری در بحث روزه گرفتن هست بهش تذکر بده، بگیم که بابا ایام معدودات، همونطوری که در قرآن آمده چند روز بیشتر نیست از 12 ماه، خدا همین چند روز ماه رمضان رو از ما خواست روزه دار باشیم. سعی کنیم با روزه داری در این ماه به این دستور قطعی قرآن که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون عمل کنیم. در یک روایت هستش پیامبر اسلام فرمود کسی که یک روز رو عمدن روزه خودش رو میخوره خرج روح الایمان منه، روح ایمان و تدین از وجود او خارج میشه. این حواسمون باشه که خدایی نکرده دوچار روزخاری نشویم و اطرافیانمون دوچار روزخاری نشوند. در خدمت شما هستم. بسیار تشکر. بسیار آغاز و مطلع زیبایی فرمودید استاد. امروزها که مؤمنان عزیز بیشتر و بهتر از همیشه احساس میکنن مهربانی خداوند نسبت به خودشان، ما بینندگانی داریم، پدران و مادرانی که سالهای سال روزه گرفتن، حالا به خاطر کهولت سن، به خاطر بیماری، به خاطر عذرهایی که دارن، این روزها شاید توفیق به روزه داری ندارن و حسرت میخورن. استاد بیننده ما هم هستن و شاید با توجه به احادیث و فرمایشاتی که داشتین بسیار هم دلشان شکسته باشه که کاش روزه دار باشن. با اونها هم استاد یک جمله بفرمایید. عرض ما اینه که این بزرگوارانی که معذورن، معذور دیگه، یعنی خدا روز قیامت اینا رو عذاب نمیکنه که چرا شما روزه نگرفتین، چون عذر داره و وقت نیت خیر را هم داشته باشد، خداوند ارحم الراحمین به این مؤمنی که یک عمر روزه گرفته الان نیت و قصد این رو دارد که روزه بگیره ولی توانش نداره، خداوند متعال با همون نیت هم ثواب روزه داری رو برای مینویسه. انما الاعمال بالنیات یکی از مصادیقش همینه که طرف میخواهد یک عمل خیر رو انجام بده ولی قدرتش رو نداره، یک مرتبه مقدماتش فراهم نمیشه و همین جاست که پیامبر اسلام فرمود اشکالی نداره، خدا با همون نیت‌های شما حساب میکنه. و از این طرف هم هست، ممکنه از این طرف یک کسی از صبح تا شب چیزی هم نخوره، خب خودش هم به سختی هم گرفتار کنه ولی آخرای نزدیک غروب یا غیبتی بکنه، توجه کردن یک گناهی انجام میده، این روزه گرفته به خیال خودش، اما ثواب صائمی که از اون در خاصه بهش وارد بشود با اون چنان در رابطش فضایل وجود داره، ثواب اون که نداره که. پس بنابراین مهم همون نیت و اخلاصه که انسان تا آخر شب داشته باشه، در این حال اونایی که قدرت بر روزه گرفتن دارد وظیفه اینه که باید روزشو تا شب نگه داره، روزه باید بگیره. بسیار تشکر. آغاز میکنیم گفتگوی خودمون در مورد موضوع برنامه که در واقع دوستان هم منتظر هستن، صفات جوان مؤمن از منظر قرآن کریم که در آیات پایانی سوره فرقان بود. بله به لطف حضور شما استاد محترم یه آیات بررسی کردیم، دوستان هم کم کم آماده شدن، قرآنشان دمی دست است و انشالله آغاز میکنیم. در این آیات همونطوری که شما فرمودین از آیه 68 سوره مبارکه فرقان به بعد، ببخشید از 63 فرقان به بعد، صفات 12 گانه ای را خداوند متعال برای عباد الرحمن، بندگان شایسته خداوند، نقل میکنه که ما تا آیه 68 تلاوت کردیم الحمدلله، چون موضوع برنامه ما تدبر در قرآن هست. خب این ماه هم که ماه بهار قرآنه، در این آیه 68 خداوند متعال سه موضوع رو مطرح کرده بود. میفرمود بندگان مخلص خدا جوان قرآنی کسیه که غیر خدا را هیچگاه پرستش نمی کنه. این یک. هیچگاه دست او به خون ناحق آلوده نمیشه. هیچگاه دامن به فحشا آلوده نمی کنه. یعنی این جوان قرآنی کسی است که ارتباطش با خدای تبارک و تعالی درسته، موحده، لا یدعون مع الله اله آخر. دو، بندگان خدا جانشون از این جوان مؤمن در امانه، لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. خونریزی در جامعه را نمیندازه، آدم کشی را نمیندازه، جان کسی را تهدید نمیکنه. ولا یزنون، آبرو و نام دیگران هم از دست اینها در امانه. سراغ خدای نکرده خیانت به نوامس دیگران، خیانت
از نوع آلودگی جنسی در جامعه نمیره. این صفات و ویژگی های جوان مؤمن بود که در این آیه شریفه 68 از سوره مبارکه فرقان خدای متعال ذکر کرده بود. این آیه چند تا پیام برای ما داره، چند تا درس برای ما داره که بهش اشاره میکنیم. یکی از درس هایی که در این آیه شریفه بهش پرداخته خداوند متعال این است که آقا مواظب این غریزه شهوت و غضب باشی، چرا که واقعا خطرناکترین غرایز بشر و انسان همین شهوت و غضبه. دقیقا با یک تشبیه میشه تشبیه کرد به زهری که در مار وجود داره، مثل سمیه که در زهر مار هست. این مار اگر اون زهر رو نداشته باشد خب نمیتونه در وقتی که نیازی به دفاع دارد از خودش دفاع کنه. اگر همون سم رو در هر جایی اعمال کنه، هر کسی رو گاز بگیره، هر کسی رو نیش بزنه، خب یک تباهی برای انسان به بار میاره. غضب و شهوت هم در وجود هر فردی برای خود اون فرد خیره، چون خداوند متعال شر نمیآفریند، ولی در حد اعتدالش، در حدی که نیازه برای دفاع انسان غضب خودش رو، خشم به کار ببره، اشکالی نداره. در بعضی موارد هم لازمه. بله. وغلظ علیهم داریم در مورد اونایی که بر مسلمانان هجوم میارن، در مورد کفار. از این طرف میفرماید که انسان باید اون تعادل رعایت کند، که اگر رعایت بکند فواید عجیبه ای داره برای انسان، هم برای فرد انسان، شخص انسان، هم برای اجتماع و جامعه فواید فراوانی دارد. اشاره میکنم در صدر اسلام. استاد اجازه میدین که این اشاره شما و ادامه فرمایشات شما در بخش بعد انشاءالله بشنویم. انشاءالله بفرمایید. لحظات شما آکنده از نور ایمان در ماه مبارک رمضان. خداوندا، خداوندا یاریم کن که روزه و شب زنده داریم در این ماه مقبول درگاهت واقع شود. ای معبود جهانیان، یاریم کن تا از خواب غفلت بیدار شوم و گناهانم را بر من ببخش. تشنه‌ام، تشنه دریای رحمت الهی، با جسمی گناهکار خود را به ساحل این دریا رساندم تا در آبش تطهیر کنم. سهمم از این ماه همین اعمال است. درود و احترام مجدد محضر یکایک که شما مؤمنان گرامی با به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه به محضر استاد موسوی عزیز برگردیم و ادامه فرمایشات ایشان رو بشنویم، پول ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام بکنم. نمبر مثبت 964 780 255 413 در خدمت شما هست. با ما در ارتباط باشین. پیام های ارزشمند خودتان میتونه بسیار راهگشا باشه برای همه ما، بنده و همه همکارانم که در دستندر کار تهیه و تولید و پخش این برنامه ها هستن. امیدوار هستیم که این ارتباط دو طرفه همچنان پایدار و مستمر باشه. جناب استاد در خدمت شما هستیم. بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یکی از درس هایی که این آیه شریفه 68 سوره مبارکه فرقان دارد که خدای تبارک و تعالی فرمود عباد الرحمن و بندگان شایسته من کسانی هستند که لاید اون مع الله الهن آخر، ارتباطشون با خداوند درست است و هیچ وقت غیر از خدا کس دیگری رو پرستش نمی کند، شایسته پرستش نمی بیند. دوم این که ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، دستشون به خون ناحق آلوده نیست. و صفت سوم این که فرمود ولا یزنون، اینا هیچ وقت سراغ آلودگی های جنسی نمیره. درسی رو که ما به عنوان درس اول از این آیه شریفه اشاره کردیم این بود که علاوه بر این که ما باید دقت داشته باشیم به این نکته که شهوت و غضب یک نعمت از نعمتهای خداست در وجود هر انسان، اما اگر خدایی نکرده به افراط و تفرید انسان برسد
یعنی یک جور افرادگرایانه از شهوت و غضب بخواد استفاده کند. این قطعا تبدیل میشه به یک تهدید بالفعل در زندگی. داریم دیگه الان خیلی هایی که زندانی هستند به جرم قتل عمد، وقتی ازش بپرسی آقا چی شد میگه هیچ چی دیگه، اعصابم خرد شد، خشم و غضب سراغم آمد، یک لحظه اصلا نفهمیدم چی شد، دیگه زدم طرف رو کشتم. این به خاطر پیروی از غضب است به صورت افراطی و اعمال خشم است به صورت افراطی. اینو باید توجه داشته باشیم. و در شهوت هم همینجوری، خیلی هایی که مثلا به خاطر جرم تجاوز به عنف زندانی هستن یا اعدام میشن یا گرفتارن یا زندگیشون از هم پاشیده، خیلی از زندگی ها هست که واقعا در واقع از هم پاشیده، در ظاهر حالا زن شوهر با یک تعارفاتی و یک مصالحی این رو روی پا نگه داشته، این به خاطر پیروی از شهوته. هر توجیه دیگریم که بیاره قابل شنیدن نیست، چون واقعا اساس شهوت به شهوترانی بوده. به هر حال این خیلی خطرناکه، باید آدم مواظب باشه. اگر رعایت بکند، اگر انسان به اون مقام عرض کنم عدل برسد که تمام اعمالش عادلانه باشد و متعادل از غضب و شهوت برخوردار بشه و استفاده بکند، برای انسان خیر محضه. در یک روایتی داریم که از زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این حکایت نقل شده، طبق این نقل می‌فرماید که شخصی آمد خدمت وجود نازنین و مقدس پیامبر اسلام، عرض کرد که من از راه دوری آمدم، یک درس به من بده، یک نصیحتی، و در متن روایت این چنین هست که یک علم نافع به من یاد بده. ببین ما علم به چی میگیم و پیامبر علم به چی چیزی میگفته و اون زمان علم به چی چیزی اطلاق میشده. هر آن چیزی که انسان رو از جهالت و نادانی هایی که برخواسته از کمبود عقل است نجات بده، به او علم گفته میشده در اون زمان. آمد گفت به من علم یاد بده. حضرت یک نگاهی به تعبیر من به این طرف انداخت و از جبین این طرف خواند که چی چیزی به دردش میخوره. یک نگاه انداخت، گفت هیچ وقتی خشم مگیر، غضب نکن. گفت همین، فرمود همین، این بهترین علمیه که من به تو دادم. علم لزوما این نیست که ما فرمول های ریاضی رو خوب بلد باشیم، فیزیک رو خوب بلد باشیم، شیمی رو خوب بلد باشیم، بدانیم که مثلا فرض کنید این گرجه فرنگی، این پامدور از چه چیزای چه سلول های شکل گرفته. اینا رو برای بچه های ما در مدرسه یاد میدن، میگن ما به شما علم دادیم. خب این علم که پیغمبر میگه آقا هیچ وقت خشم نگیر، غضب نکن. طرف این درس رو از پیغمبر گرفت و بلند شد رفت. استاد در بعضی از نوشته ها، در بعضی از کتاب ها دیده میشه که جهل رو در برابر عقل میگیرن. گاهی اوقات همینجوره. بله، جهل در برابر علم، شما فرمودید اینا با هم متفاوت است. جهلی که در اینجا به کار برده، علمی که در اینجا به کار برده شده، اما در مقابل جهل دیگه. یعنی ما علم رو در مقابل جهل داریم به کار می‌بریم. جهل چیه باز؟ جهل همونی که در مقابل عقله. یعنی اینجا پیامبر میگه آقا این علمه که تو از این جهالتی که اعمال خشم به صورت عرض کنم غیر مدیریت شده باشد نجات میده. بله. این جهل رو ما معنی نکردیم. ما علم. پیغمبر این رفتاری که انسان بتواند جهل خود چه بتواند غضب خودش رو کنترل بکند، این علم میدونه. نه اینکه فرمول ها رو ما یاد بگیریم این علم باشه. کلمه‌ای هم که فرمودید علم نافع، بله بله. در واقع اینو به ما یاد بدید. بله. این طرف رفت، گفت باش، بلند شد رفت به همون عرض کنم خدمتتون که محل زندگی خودش که از راه دوری آمده بود، حالا از یک بادیه ای، از یک روستایی. اتفاقا رفت اونجا، دید که یک نزاعی بین قبیله این فرد و یک قبیله دیگری که هر دوتا مسلح بوده، یک نزاع و دعوایی در گرفته، گفتگویی هست و اختلافی به وجود آمده. طایفه این مرد هم منتظر بود که این آقا از راه برسه و دستور رو این آقا بده که در مقابل اینا ما بریم بجنگیم یا نه چیکار باید بکنیم. به محض اینکه این طرف رسید اونجا، دید که بله اونا یک حرف مفتی زده و یک ادعای گزافی دارن، شمشیر برداشت و عصبانی شد و با خشم و غضب همه رو مسلح کرد، رفت سراغ اونها. همینجوری که داشت میرفت که با هم دیگر به تعبیر این دو لشکر به هم برسن و جنگ و دعوای شدید اتفاق بیفته، یک مرتبه از نصیحت پیامبر یادش آمد و اونجا فهمید که این نصیحت پیغمبر دلیل داشته که از بین همه صفات این نصیحت رو برای من کرده.
به اصحابش گفت که من حامل یک پیام از سوی پیامبر رحمتم. وقتی که داشتم باز میگشتم به سمت شما، پیامبر این نصیحت رو به صورت ویژه به من کرد. بگذارید ما از در صلح و گفتگو وارد بشیم. تا این رفتار رو اون لشکر مقابل دیدن، اونا هم از پیشروی اجتناب کردن، توقف کردن. سوال کردن که چرا آماده جنگ نیستین؟ اینا در جواب گفتن که آقا ما حاضر به صحبتی، مذاکره. اگر حق از شما ضایع شده، سمعاً و طاعتاً، ما حق شما رو ادا میکنیم. اگر حق از ما ضایع شده، شما پرداخت کنید. طرف مقابل که این بزرگواری رو در این طرف دید، با اینی که ناقدرتشون بیشتر بود، گفت ما با اینی که حق از ما ضایع شده، ما منصرف شدیم از دریافت حق. ما به همین صلح که شما گفتید و این رفتار مؤمنانه و کریمانه که شما داشتید، به همین رفتار راضیم. آمدن صلح کردن و یک عمر در کنار یکدیگر به خوشی زندگی کردن. ببینید این یک لحظه اگر میامد دست به خون و خون ریزی میزد، از این قوای غضب پیروی میکرد، شاید مثل اوس و خزرج مثلا تا نوه های اینا هم جنگ ادامه پیدا میکرد. و همینجور هم بوده. متاسفانه خرابی هایی که در کشور ما به وجود آمد، بدبختی هایی که سراغ ما آمد، بیشتر اینها به خاطر پیروی از خدا نبوده. اینه تمام عزیزانی که عرایز بندر میشنون تصدیق میکنه، جنگ های داخلی که بود، بگیر و ببند هایی که بود، نمیگم اون 2 میلیون شهیدی که ما در رابطه با دفاع از اسلام و ناموس خودمون دادیم، اونا همه اونها محترمن و جایشون در بهشت عند ربهم یرزقونن. اما این جنگ های داخلی که طرف می آمد و یکدیگر درگیر می شود، بعد می دیدی که چند نفر کشته شد، اینا همش به خاطر همین جهالت ها و پیروی از شهوت و خشم و غضب بود. این یک درسی است که در حقیقت این آیه شریفه به ما میده. در این حکایت بسیار زیبا، داستان بسیار عبرت آموزی که حضرت علی فرمودید، یک نکته بسیار ارزشمند بود، اطاعت از فرمایش ولی خدا. بله. در واقع پیامبر خدا با عنوان ولی خدا یک فرمایش داشت، یک نکته و یک نصیحت داشت به اون شخص، و چون پیامبر خداست و ولی خداست و علم داره که چه اتفاقی برای شخص خواهد افتاد، و آن شخص هم به موقع نقطه زنی کرده بود پیامبر، یعنی دقیقاً همون چیزی که احتیاج بود رو بسیار ارزشمند است. و در مورد غضب بود، گاهی اوقات در مورد مثلا ممکنه لغات حساس باشه، ما در این ماه مبارک فرصت بسیار ارزشمندی است که برویم سراغ فرمایشات حضرات. واقعا قرآن کریم که ما همیشه در محضرش هستیم الحمدلله رب العالمین، و در واقع ما همه الان هم در حال بررسی صفات مؤمن از منظر قرآن کریم هستیم. بله. اما برای تایید این آیات شما یک در واقع یک حکایت بسیار زیبا تفسیری از پیامبر اسلام. بله. که بسیار ارزشمند. سلامت باشید. بله. این استاد اجازه میتین که ما در واقع در ادامه گفتگو در بخش سوم در خدمت شما باشیم. سلامت باشید. همچنان با شما هستیم به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی. کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من، آگه از این دل پرتب تو فقط بودی و من. کاش هنگام دعا لب زمیان بر میخواست، بی میان جیگری لب تو فقط بودی و من. روزها کاش نبودند و همدم شب بود، شب بی اختر و کوکب تو فقط بودی و من. فاش گویم غم دل، کاش خدایا دائم من بودم از تو لبالب تو فقط بودی و من. واژه در مطلب دل واسطه خوبی نیست، کاش بی واژه و مطلب تو فقط بودی و من. بارلاها واژن و محرم و دل هرزه و لب بیگانه است، کاش بی واسطه هر شب تو فقط بودی و من. کاش حتی دو ملک را زبرم
می بردی در حرم خانه ام امشب، تو فقط بودی و من هم از سینه دل هرزه برون می کردم، این دل صد دله یارب، تو فقط بودی و من. یا اله العالمین، یا اله العاصین، یا ارحم الراحمین. رمضان آمده است، چند روزی آسمان نزدیک است، لحظه ها را بیشتر دریابیم. انشاءالله که همه ما و شما بتوانیم از این فرصت های ارزشمند ماه مبارک رمضان بهترین استفاده را ببریم، در محضر قرآن باشیم، در محضر روایت اهل بیت باشیم و پناه ببریم، این پناه های واقعی دنیا را دریابیم انشاءالله. و وقتی بیداری تقدیم شما میشه، شما میتوانید برنامه را در این لحظه که در واقع یک شنبه شب هست و خدمت شما تقدیم میشه ببینید، در پخش های مجدد انشاءالله همراه ما باشین، و یا اگر فرصت نداشتین و یا علاقمند بودید که دوباره مباحثی که توسط استاد موسوی عزیز ارائه میشه دوباره ببینید و مورد استفاده تان واقع شوه، میتوانید در فضای مجازی از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب با سرچ کردن موضوعی برنامه ها به این برنامه ها دسترسی پیدا بکنید. حتما جز علاقمندی های خودتان قرار بدین و به همه عزیزان و همراهانی هم که دوست دارن این قبیل برنامه ها رو دنبال کنن هم پیشنهاد بدین. جناب استاد موسوی، در خدمت شما هستیم، بخش سوم هست و ادامه صفات مؤمن از منظر قرآن کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما درس هایی که از همین آیه 168 سوره مبارکه فرقان میگرفتیم رو یک درس رو عرض کردیم که مواظب باشیم در مواجهه با قوای شهوت و غضب دست به عصا حرکت کنیم. هر چقدر ما روی این نکته تأکید بکنیم کمه، چون واقعا پیامبر اسلام فرمود اکثر ما تلج امتی النار البطن والفرج، یعنی بیشترین چیزی که امت من رو جهنمی میکنه شکم و دامنه، که عبارت نخرای پیروی از شهوت. نکته بعدی که در همین آیه هست اینه که خداوند متعال میفرماید که ما اگر دستور دادیم به این حکم که نباید غیر خدا رو بخوانید، متقی کسی است که غیر از خدا کسی دیگر رو به رسمیت نمیشناسد در بحث عبادت، و همینطور دست به خون ناحق آلوده نمیکند و همینطور دامن آلوده نمی کند به بی‌عفتی، این یک توصیه اخلاقی صرف نیست، یک قانونه. از کجا میگیم؟ از ادامه آیه که میفرماید و من یفعل ذلک یلقی اثاما، اگر کسی دوچار این صفات منفی که در وجود مؤمن نیست بشود حتما یلقی اثاما. اثام به معنای بعضی ها گفتن اثر گناه و عذاب گناه است. اسم خود گناهه، اسام اون جزایست که گناهکار رو میدهد. در بعضی از روایات هم هستش که یک وادی است از وادی های جهنم، اشاره کردیم قبلا، دره است از دره های جهنم که اونجا انداخته میشه افرادی که غیر خدا رو عبادت میکنه و نمیدونم خون ناحق ریخته و یا اینکه آلوده به فحشایه. در بعضی از روایات هم هست که مقصود از این اعصام آلودگی هاییست، خون و چرک است که از افراد زناکار بیرون میاد و اینها در همون جا با همون وضعیت باید تحمل کنن، نعوذ بالله العظیم. این هم هست و بعضی از روایات آمده. خب این عذاب بینا داده میشه، بعد میفرماید و یضاعف لهم العذاب و یخلد فیه مهانا. خیال نکنید که ما جهنم رو آفریدیم، ایجاد کردیم، همونجوری له و لعب یک کار لغو کردیم. نه، یضاعف له العذاب، کسی که دوچار این صفات زشت و پلید بشود خدا اون عذاب میکنه. الان متاسفانه یکی از چیزایی که در جامعه باب شده همین روابط خیلی راحت بین زن و مرد نامحرم. خب اینا منجر به برخورد میشه، منجر به لمس میشه، منجر به نگاه میشه، منجر به خدای نکرده به فحشا میشود. شاید بینندگان عزیز تعجب کنه بگه چقدر این آخوند یک آدم خشک مغزیه،
بنده چندین سال مشاور بودم، میدونم که چه افتضاحاتی از همین مجالس مختلط به وجود میاد، قابل کنترل نیست اصلا، وحشتناک، اون طرفش ناپیدایه که نمیشه اینجا اصلا گفت اونها رو. عرض میکنم که اینجا میفرمایند که و یخلط فیه مهانن، خلود برای ایناست، یعنی دائما در جهنم میماند. این عجیبه. کلمه یضاعف در قرآن معنی مضاعف شدن و دو برابر شدن هست. بله. شاید سوال اینجا این رقم مطرح شده که اینها یک گناه انجام دادن، چرا دو بار عذاب شدن؟ احسنتم. در این مورد گفتن این عذاب مضاعف به خاطر اینه که بعضی از گناهان مفسده زیادی داره، یا اونقدر شومی و پلیدی و مفاسد متعدد بر این گناه مترتب می شود که عذابش هم صد چندان ممکنه بشه، چندین برابر ممکنه بشه. ببینید در همین مسئله زنا، علیاذ بالله، طرفی که میره زنا میکنه هم خودش اول آلوده به گناه میشه، روحش خبیث میشه، آلوده میشه. یک فرد طرف مقابلش هم آلوده به گناه میکنه، فرزند نامشروعی هم که از اونها به وجود میاد که منشأ همه مفاسده. یعنی شما اگر برین جنایتکاران جهان رو در موردش مطالعه بکنید، آخرش میبینی که این در همون مسئله عرض کنم ولادتش مشکل داشته، یعنی اولاد نامشروع بوده. اینایی که اولاد نامشروع هستن حتی اگر تحت تربیت هم قرار بگیرن، قابلیت تربیت کامل رو ندارن، بسیار خطرناکه. لذا میگن که حتما باید سعی بشه که عقد درست خوانده شود، سعی بشه که خدای نکرده جامعه عفت عمومی جامعه لکدار نشه و اولاد نامشروع در جامعه زیاد به وجود نیاد. البته گاه وقت تداخل بعضی از عناوین دیگر هم هست که سبب مضاعف شدن عذاب میشه، مثلا در رابطه با گناه کردن یک عالم یا گناه کردن یک فردی که منتسب به خاندان پیامبر اسلام در علن. بله. اینا در مورد همسران پیامبر اسلام داریم که و ما یقنط منکن، اگر از شما کسی تقوا را رعایت بکند، یؤتین ضعفین، اینا دو برابر براشون ثواب داده میشه. اگرم خدای نکرده کار گناه انجام بده، بازم ضعفین من العذاب، دو برابر عذاب میشه. چرا؟ به خاطر که یک عذاب به خاطر مفسده یک خود گناه داشته، یکی این که به خاطر آبروی پیغمبر رو برده. یک کسی مثلا یک آدم عادیه یک گناه مرتکب میشه، یک لفظ زشت تلفظ میکنه، اون یک گناه کرده. یک وقتی یک عالم دین یک لفظ زشت رو در ملای عام تلفظ میکنه، این فقط یک گناه نکرده، حد که حرمت به لباس پیغمبر کرده، حد که حرمت به جایگاه روحانیت کرده، لذا این گناه تضعیف میشه، مضاعف میشه. این مضاعف شدن گناه به اینه. مسئله دیگر هم که در ادامه همین آیه هست، مسئله خلوده. اینم جای سوال دارد که بابا این بنده خدا حالا مثلا دامن به فحشا آلوده کرده، چرا در این آیه شریفه وعید به خلود داده شده؟ خلود یعنی چی؟ خلود یعنی جاودانه در جهنم موندن. از نگاه کلامی ما، از نگاه تفسیری و از نگاه دین ما، خلود و جاودانه موندن در جهنم مخصوص مشرکینه، مخصوص کسانی هستش که خدا رو قبول ندارن و اصول دین رو نپذیرفته، پیامبر اسلام رو قبول نداره، کافره. اما مسلمان و موحد مؤمن نباید خلود داشته باشه، ولو هم مثلا زنا مرتکب شده. چطور اینجا میشه؟ در پاسخ میشه عرض کردم اونطوری که در تفاسیر آمده که مقصود در اینجا اینه که خلود برای کسیه که این سه تا صفت رو داره، یعنی یدعون مع الله اله آخر، کافر غیر خدا رو میخواند، و یقتلون النفس التي حرم الله بالحق، مثلا همون نفسی که خدا گفته نباید کشته بشه این میکشه، و همینطور زنا هم مرتکب میشه. این پس بنابراین مسئله خلودش مختص به اینه. گرچه که مسلمان هم اگر دامن به فحشا آلوده بکنه جهنم میره، یه جوری خیال نکنیم که اگر کسی مسلمان بود دیگه مسلمان که جهنم نمیره، اتفاقا جهنم یک بخشش مال مسلمانه، همینایی که ربا خوردن تو قرآن هست دیگه، همینایی که زنا کردن، همینایی که هم افعال فحشا و منکرات رو انجام دادن، در فرض که اینا موفق به توبه نشن، توبه نکنن در این دنیا، که معلومه نیست انسان موفق بشه، شاید در همون مجلس فحشا و گناه طرف سکته کرد و مرد، که داریم این رو. در ادامه آیه همین مطلب رو میپردازه که الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی توبه کند و ایمان خودش رو تجدید کند، دوباره ایمان بیاره، و عمل صالحا، توبه واقعی باشد که هم پشیمانی باشد نسبت به اعمالی که انجام داده، تصمیم باشد بر این که دیگه تکرار نکند، و جبران باشد نسبت به هر چی که تا حالا خراب کرده. بله. در این صورت خداوند متعال میبخشه ان شاء الله. بله.
استاد شاید یک نکته دیگر هم در مورد بحث خلود مانده باشه که من از حضرت عالی پرسان کردم، شاید سوال خیلی از عزیزان باشه، که شما میفرمایید که خلود یعنی جاویدان ماندن در آتش جهنم. بله. آیا این با بحث عدالت الهی در تناقض نیست؟ با بحث عدالت الهی در صورت در تناقض هست که ما جرم را محدود به همون لحظه که تحقق پیدا میکند و همون زمان بدانیم. بله. و امتداد این جرم را در ادامه حیات این بشر تصور نکنیم. ببینید، اگر خداوند متعال میفرماید اگر کسی من قتل مؤمنم متعمدم فجزاؤه جهنم خالدین فیها، کسی که یک مؤمن رو میکشه جزاش جهنمه و جاویدان در اون جهنم میمونه، این به خاطر اون یک لحظه شلیک کردن نیست. طرفی که آمده یک مؤمن رو کشته یک ثانیه شلیک کرده، چرا یک عمر جهان در جهنم بمانه؟ یه جوابش اینه که اگر همین آدم زنده می بود در طول عمر جهان همین کار رو میکرد. در آیات هم داریم بله. که در آیات قرآن میگه که رب ارجعونی لعل اعمل صالحا فیما ترکت، بعد خدای ما رو برگردون ما تو اعمال خوب انجام بدیم، چرا ما رو فوری آوردیم تو جهنم؟ و اینو در پاسخ خداوند متعال میفرماید کلا انها کلمه هو قائلها، یک ادعای گزافی است که داره ادعا میکنه. قطعا اگر این فرد رو برگردونیم تا آخر عمر این دنیا، دوباره همون اعمال قبیح و زشت رو ادامه خواهد داد. داریم دیگه، همینایی که سردمداران کفر بودن مثل ابو جهل و افراد دیگه، اینا تا آخر نفس بر علیه اسلام و دین و ارزش‌ها جنگیدن. بله. لذا اینا تغییر نمی‌کنه، روحش در واقع همون روح خبیثی است که از این جهان به جهان دیگر در جهنم منتقل شده و سزایش سوختن جاویدانه. استاد، دو دقیقه پایانی برنامه هست و ما دوست داریم که لحظات آخر حضرت عالی اگر فرمایشی مانده در مورد این مبحث و یا فرمایش دیگری بله. بزرگوار، در این دو دقیقه میشه عرض کرد که ببینید این زبان تندی که در این آیات هست، این همون بحث خوفه. ادامه این آیات بحث رجاست، به این معنا که مؤمن همیشه باید حساب کار خودش داشته باشد، بین خوف و رجا باشد، بین ترس و امید باشه. این آیات اگر ما رو میترساند که جا هم داره که آقا مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید، که اگر این گناهان از شما سر زد بالاخره تعارف نداریم، دوچار جهنم میشیم. در ادامه‌ش هم هست، همینجا اتفاقا یک شأن نزولی از ابن مسعود نقل شده در ادامه این آیات، آیاتی در مورد توبه و بخشش خداست، که یک عده آمدن پیش پیامبر اسلام عرض کردن بابا اگه اینجوری باشه دیگه که هیچ دیگه، ما که قبلا کافر بودیم، قبلا گاهی بعضی ها مرتکب این جرائم هم که شما میگی شده، خدای نکرده، خب ما وقت زنا رو نمیفهمیدیم اینا مرتکب شدیم، اینا چی میشه؟ بعد اون آیات نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، یا ادامه همین آیات الا من تاب و آمن و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، مگر کسی که ایمان بیاره. این ایمان بیاره این چی؟ این آیه نکتهش هم اینه، کسی که واقعا اون لحظه ای که داره معصیت میکنه او ایمانش رو از دست میده، مثل اون روایت که اول کلام عرض کردیم، کسی که افطار میکنه روزه ماه رمضان میخوره، روح ایمان همون لحظه از وجود ای آقا بیرون میاد. هر کسی هم که معصیت میکنه، معصیت نمیکند الا اینکه همون لحظه یک ضربه روی ایمانش میخوره. بله. خب کی تجدید میشه؟ با توبه، با بازگشت. به عبارت دیگر در اسلام هیچ بنبستی وجود ندارد، حتی اگر طرف مشرک بوده اگر توبه نکند و بمیرد خدا نمیبخشه. اما خیلی از افراد مشرک بودن، کافر بودن، ملحد بودن، در مقابل پیغمبر بودن، همینا اومدن توبه کردن، خدای تبارک و تعالی بخشید، پیامبرم با آغوش باز از اینا استقبال کرد. بسیار تشکر استاد عزیز. ماه مبارک رمضان ماه استغفار هست، ماه توبه هست، انشالله که همه ما توفیق داشته باشیم. بسیار تشکر، انشالله که باز هم در برنامه بعد شما را در جایگاه زیارت کنیم و از شما التماس دعا داریم. از شما همراهان مؤمن هم تشکر میکنیم، از نقطه آغازین برنامه تا این لحظه که لحظه خداحافظی هست با ما همراه بودین. حال خوبتانه، حال خوبمانه این روزها با دعا کردن در حق همدیگر تقسیم کنیم بین همدیگر و همه را شریک بسازیم در این حال، انشاءالله که بهترین ها را خدا و نصیب ما و شما بگردانه. شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. تا دیدار بعد، یا علی مدد.